پیاده روی که در زیارت اربعین هست که معروفش از شهر نجف تا شهر کربلای است ایشان سوالشان است که این ثوابی که گفته شده در هر قدم زائر اقدر ثواب داده میشه به او گناهان و ریخته میشه بعضا فکر میکنن که باید از نجف که برسه از نجف شروع میشه دیگه پیاده روی امیر فرمودن که یک توضیح بفهم نه ای که حتما پیاده روی الا و لابود باید از نجف شروع شه و به کربلا ختم شه نه ای رقم نیست اگرچه چه خب این سیره بزرگان مایه اگر قرار باشه انسان و و ای هم سیره بیشتر از این جا افتاده چون بزرگان در شهر نجف بودن مم. علما بزرگان مشتهدین طلبه ها و بسیار زیاد هم در نجف بودن و ده به این عادت اینا می بوده که این فاصله رو چی میرفتن. پیاده و کم کم این جا افتاد به این کیفیتی که ما نه از هر جایی که انسان پیاده بره از خانه خودش از هر جایی از هر سرزمینی هر گامی که برداره انسان قطعا این دچار سواب خدای تبارک و تعالی برای هر گام و خطوه از در نظر میگیره اگر اگر کسی بتونه اول نجف بره مشرف شه خب قطعا پیش مولای متقیان امیل بیان علی علیه السلام و سلام و از اونجا آغاز کنه یا مشکل خاصی نداره و چی بهتر است که اول سراغ چنین انسانی برون و مسیر رو از اینجا شروع, شروع. کنه اگر کسی خیلی راهش دور مثلا از بصره میخواد بره یا مثلا از غرب عراق میخواد به طرف کربلا بیای خود دیگه این بنده خدا نمیتونه که دور بزنه کلا دوباره برگرده به نجف و از نجف پیاده روی خودش چی کنه شروع کنه از هر نقطه ای که پیاده روی خودش شروع کنه خدای تبارک و براش. سواب نه. لطف و کرامت میکنه که دارد حوث کربلا بسم الله, بسم الله از هر و سابقه همی رقم نبوده جناب سیدی میسی الان جاده یا جاده چاربانده زایران چهار تا مسیر دارد دو, دو مسیر سواره ام. و دو مسیر دیگه پیاده و عد دعت اینجی موکیب است و خوردن است و برنامه و تشکیلات حرفا قدیم الایام مثلا یه تا 20 سال پیش سی سال پیش حرفا نبوده مردم ترس داشته استرس داشته استراب داشته مسیر را دوز بوده مسیر را هزار یک برنامه بوده ولی در این حال این پیاده روی را چی میکردن انجام میدن و خب قطعا او پیاده روی با این پیاده زمین تا آسمان چی میکنه فرق میکنه در مسیر ابو عبدالله علیه السلام و سلام و همه ای عبادات که رقمه که هرچه انسان زحمت بیشتری بکشه قطعا ثواب بیشتری خواهد بود ما داشتیم دیگه گفتیم برای شما امام اشتباه علیه السلام وقتی که به خانه خدا مشرف میشدن میگفت در این حالی که زاد و راحله و شطور و اسب و چیزا بوده اما این مسیر را پیاده میرفتن یه مسیر نجف تا کربلا نیست که 70 80 کیلومتر 450 کیلومتر دیگه 500 کیلومتر و این مسیر را میگن حدود 20 چند مرتبه وجود ناظرین امام مشتبا علیه السلام پیاده رفته بقیه این مام رفته ولی از امام مشتبا معروف و مشهور و این نیست مگر که زحمت زحمت و ترقی مقام و دریافت ثواب بیشتر است بل. یک دوست عربی داشت مصطفی یک بیت شعر برای ما گفت خیلی دلنشین بود یک بیت که اشاره داشته و سختی هایی که در گذشته خوب بودن که با دست میشه میشد پای قد میکردن یه جمله شعر عربی رو گفت که لوقت تا ارجلنا والیدین نعتی که زحفن یا حسین دست پای مارم که قطع کنن سینخیز ما به طرف تو می